ای غریبی که ز جد و پدر خیش جدای خفته در خاک خراسان تو غریب الغربایی اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند جان به قربان تو شاها که حج فقرایی بیست و سوم زلقعده به روایتی شهادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام تسلیت باد باز هنگام نماز آمده است موقع راز و نیاز آمده است گوش کن میشه نبی بانگ کاسه خوش آهنگ از آهنگ از, آهنگ از, آهنگ از آهنگ. مهربان داور ما منتظر است مونس سو یاور ما منتظر است بنشینیم لب حوز دعا بسپاریم سپاریم دل به خدا بسپاریم سپاریم دمی دل به خدا یا تو را می بهترین کار تو را می بهترین کار تو را می بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی المهدی و علی آبای عرض سلام و ادب و احترام به محضر یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند همراهان همیشگی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام دارم خیلی خوش اومدید به برنامه ازانگاهی بربال ملائک و سپاسگزارم که امروز باز هم این شبکه و این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید در آستانه 23 زلقعده سال روز شهادت آقا علی ابن موسر رزا علیه السلام به روایت قرار داریم و همچنین این روز سفارش شده به زیارت این امام بزرگوار انشاءالله هر کجای این عالم که هستید به زودی زود زائر صحن و سرای صفای علی ابن موسرزا بشید و خوشا به حال اونایی که الان مشهد و هستند هستن انشاءالله که اسم ما هم نام ما هم جزو زائران آقا امام رضا نوشته بشه هر کجای این عالم خاکی که هستید کافی از راه دور دست روی سینه بذارید و به این امام بزرگوار سلام بدید آقایی که فرمود هر کسی که زائر من بشه سه به ملاقات او میام یکی زمانی که نامه های اعمال به دست چپ و راست داده میشه یکی زمان عبور از پل سرات و زمانی که نامه اعمال مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیره ان که هممون مورد شفاعت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار بگیریم باز هم این روز رو تسلیت از میکنم و دعوتتون میکنم که تا پایان با ما همراه باشید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الله قبول باشه از همه شما خوبان تلاوت شد صفحه 357 و آیاتی از سوره مبارکه نور اما آیه‌ای که برای شما عزیزان انتخاب کردم تا امروز پیرامون اون صحبت کنیم آیه 55 این سوره مبارکه است که می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده داده است که حتما آنان را در زمین جزئی از جانشینان قرار می همان گونه که کسانی پیش از ایشان را جانشین قرار داد و قطعا دینی را که خداوند برای آنان پسندیده است برای آن نیز استقرار و اقتدار می بخشد. و از پی ترسشان امنیت را جایگزین می کند تا تنها خدا را بپرستید و چیزی را شریک او قرار ندهید و هر کس پس از آن کفر ببرزد پس آنان همان فاسقان هستند در جابجای جای قرآن به این اشاره شده که حکومت نهایی از آن سالحان می باشد مثل لیوز هرا و دین کله یعنی اسلام بر همه ادیان پیروز است و در جای دیگری نیز آمده است که در سوره انبیا آیه 105 بندگان صالح من وارث زمین خواهد بود در زیل این آیه در روایتی از آقا امام سجاد امام باقر و امام صادق علیه السلام در به این آیه اشاره شده که مستاق کامل این آیه روز حکومت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف هست و در تفسیر این آیه با اشاره به چند آیه دیگر در روایات نیست آمده است که در زمین خانی نخواهد بود مگر آنکه اسلام در آن خانه وارد شود به این موضوع اشاره داره که در زمان ظهور امام زمان هیچ کفر و شرکی باقی نخواهد ماند مولا امیر علی علیه السلام نیز میفرمایند پیامبر گرامی اسلام فرمودند عمر جهان به پایان نمی رسد. مگر آنکه مردی از نسل حسین امور امت من را در دست می گیرد و دنیا را پر از عدل و داد می کند همچنان که پر از ظلم و, جور و ستم شده به امید اون روز و به امید اینکه که انشاءالله به زودی زود فرج آقا جانمون امام زمان اجلالله الله تعالی فرج الشریف شریف رخ بده انشاءالله بتونیم قرآن واقعی و قرآن ناطق رو ببینیم و آقامون بیاد این خط به خط و آیه به آیه قرآنی که راهگشای زندگی من و شما هست رو برای ما تفسیر کنم و ما از اون استفاده کنیم بهترین حال از خداوند منان براتون آرزومندم بخشی رو ببینیم و برگرد امام رضا علیه السلام در حدیثی پیرامون امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف میفرمایند ای دعبل امام بعد از من پسرم محمد و بعد از محمد پسرش علی و بعد از علی فرزندش حسن و بعد از حسن فرزندش مهدی حجت قائم منتظر خواهد بود که در دوران غیبتش انتظارش را میکشند و در زمان ظهورش اطاعتش را میکنند اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقی خمانده باشد خداوند همان یک روز را آنقدر طولانی میکند تا اینکه او قیام کند پس به امید اون روز و به امید دیدن روی ماه امام زمانمون همگی دست به دعا برداریم و برای سلامتی و فرجشون دعا کنیم اللهم عجل و به زودی زود چشمان بیرمق هممون به نور جمال آقا و مولامون امام زمان ارواح و روشن و منور بشه و خدا را قسم میدیم به آبروی آقا جانمون علی ابن موسرزا انشاءالله خداوند ما بقی غیبت حضرت رو بر ما ببخشه و به زودی زود جزو یاران و یاوران واقعی حضرت باشیم انشاءالله خب رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه و یک شنبه ها در خدمت حجت الاسلام عباسی هستیم با موضوع احکام احکامی که واقعا در زندگیمون کاربردی است و باید به اون عمل کنیم ما ای که از بندگان خدا خودمون رو حساب میاریم باید به این احکام عمل کنیم دستوراتی که تو یک چارچوب قرار داده شده تا ما بتونیمون راه سعادت رو پیش بگیریم پس بریم و بشنویم کلام آقا سلام خیلی خوشم آمد آقا بفرمایید شما و بینندگان ما سلام علیکم و رحمت الله بنده سلام خدمت شما و همه بنندگان عزیز دارم در خدمت شما سلامت هستم. باشید آقا رسیدیم به بحث تقلید و شرح اصطلاحات فقهی اگر چیزی مونده چون یه دو ای بهش پرداختیم بفرمایید شاید من قبل از اینکه به بحث خودمون وارد بشم مندم تسلیت میگم ایام شهادت حضرت رضا علیه سلام رو و التماس دعا داریم از همه عزیزانی که در این ایام زیارتی خاص حضرت رضا سلام الله علیه از دور و نزدیک محضر حضرت عرض ارادت و عرض ادب میکنند یک روایتی از وجود مبارک امام رضا علیه السلام به ما رسیده این روایت هم از بعد اعتقادی و هم از بعد عملی بسیار برای ما راه گشاست وجود مبارک امام رضا علیه السلام در این روایت شیعیان رو مورد خطاب قرار دادند و حضرت فرمودند که ای شیعیان به اتقاع محبت ما اهل بیت دست از عمل بر ندارید از اون طرف هم فرمودند که ب... به اتکای عمل خودتون دست از محبت ما اهل بیت بر ندارید بله یعنی اینکه روح عبادات ظاهری که ما انجام میدیم به واسطه همون یعنی همین اعضامون روحش مودت و محبت و ولایت اولیاء خداست فلزا حضرت اینجا به ما امر میکنند در هر دو بعد حرکت بکنید هر دو عرض شود که این از مسائل مثل عرض شود دو تا بال یک پرنده میماند با یک بال نمیشه پرواز کرد دلست. هم بال توجه به دستوراتشون و عامل بودن و هم بال به اصطلاح اعتقاد قلبی بله. چه در مسئله محبتشون که سریح قرآن است که به ما امر فرموده است نسبت به اهل بیت پیغمبر مودت داشته باشید که خود حالا مودت بحث مفصلی میطلبد که مودت غیر از محبت است محبت عام است مودت نوع خاصی, خاصی از است. محبت است به تعبیر مرحوم علامه مودت عبارت است از اون محبتی که اظهار می شود ظهور و بروز دارد نماد دارد نمود دارد اینی که کسی به زیارت حضرت رضا علیه السلام و می روید. این اظهار محبت درونیش نسبت به امام رضاست بله. و مشمول عمل به آیه قرآن می شود ارز شود که هم از بعد عملی از ما خواستن ببینید کسی نمیتواند ادعا بکند من نمازم رو خاندم، عبادتم رو انجام دادم احکامم رو انجام دادم نواهی الهی رو اجتناب کردم حالا محبت اهل بیت باشد یا نباشد نه صورت ظاهری عمل که مهم نیست صورت ظاهری عمل رو فرق دیگر هم دارند همین نمازی که ما میخوانیم تقریبا 90 درصد مشترکیم با فرق دیگر لکن چرا ما میگیم در فرق دیگر پذیرفته نیست اما عبادت به طور کل اما در به اصطلاح فرقه حقه تشیع این پذیرفته است این چیزی است که خدای متعال اراده فرموده است از این بابت که این روح دارد بله. و حضرت سلام الله علیه ما رو متوجه این روح میکنند تمام آنچه که عرض میکنیم از مسائل و احکام اگر بدون روح ولایت امیر المؤمنین و اولادش علیهم صلوات الله باشد ارزشی ندارد این سریح روایات است و از اون طرف هم صرف ادعای محبت اهل بید علیهم صلوات الله اون هم بدون عمل کار اون گونه که باید و شاید پیش نمیبرد حالا الله خدا به هممون کمک بکند علال خصوص در ایامی که در پیش رو داریم و منتصب است این ایام به وجود مبارک حضرت علی ابن موسر رضا الله قلوب ما ظرف معارف و محبت این زوات مقدسه قرار بگیرد انشالله انشاءالله منتون هستیم ادامه این مبحثمون عرض شود که ما عرض کردیم برای اینکه راحت تر بتوانیم با کتابی که در اصطلاح توضیح المسائل بهش میگن رساله بهش میگن بتونیم ارتباط برقرار بکنیم و بتوانیم ازش استفاده بکنیم یه قدری مغلق و پیچیده هست برخی از اصطلاحات و لازم است که این اصطلاحات توضیح داده بشود تا اون کسی که میخواد مراجعه بکند به رساله و توضیح المسائل هم ایجاد خستگی و ملالت براش نکند و ایجاد زدگی نکنه مطلب رو هم در عین حال شفاف, شفا و راحت شفا بفهمه فلزا عرض کردیم بعضی از اصطلاحات فقهی رو در جلسات گذشته بعضیش هم امروز عرض میکنیم یکی ممکن است در رساله یا توضیح المسائل این عبارت آمده باشد که مقلد احتیاط را ترک نکند یعنی چی؟ در یه مسئله ای در یه فرع فقهی فقیه فرموده است احتیاط را ترک نکند این همون احتیاط واجبی است که در جلسات گذشته توضیح دادیم که عرض کردیم احتیاط واجب به چه معناست یکی دیگر از اصطلاحاتی که در رساله و کتب فقهی آمده است این است که فقیه میفرماید در فلان مسئله احوت آن است که اینجوری رفتار بشود این احوت فرمودند که احوت کاری موافقه با احتیاط است احتیاط یعنی چی احتیاط رو جلسات گذشته توضیح دادیم کوتاه دوباره تکرار میکنم احتیاط یعنی اینکه تمام جوانب رو انسان به گونه ای مراعات بکند در یک عمل که موجب اطمینان خاطر بشود که من احتمال 90 درصد به وظیفم عمل کردن بله. این رو بهش گفتیم احتیاط, احتیاط. کردن آره. احوت پس کاری رو میگن که موافقه با احتیاط باشد یک اصطلاح دیگری که در رساله ها و کتب فقهی آمده است و این رو هم عزیزان بهش توجه بکنن میفرماید که گای اوقات در فتواها و جملات و فوقه ها این تعبیر رو دارد که اشکال دارد این مسئله یا محل اشکال است وقتی اینجوری میفرماید این محل اشکال است یا اشکال دارد یعنی همون احتیاط واجب معنای احتیاط واجب, واجب. رو دارد که عرض کردیم تکلیفمون در احتیاط واجب چیه یک اصطلاح دیگری هم که فوقه ها در رساله ها و توضیح المسائل به اون اشاره کردن این است می که از هر از هر آن است که مثلا اینجوری عمل بکند از هر آن است که از هر خودش به معنای لغوی به معنای ظاهرتر است باب افعل از هر جا از هر اصطلاح از هر آمد این اشاره دارد به فتوا فتوای مرجع میفرماید از هر این است یعنی من دارم فتوا میدهم الا اینکه و مقلد باید بهش عمل بکند پس هر جا اصطلاح از هر آمد یعنی همون فتوا یعنی من به این نتیجه رسیدم که فتوای مسئله اینه خب خیلی ممنونم از ازتون از از بسیار سپاسگزارم اجازه بدید ما رو برای بخش بعدی نگهداریم شما بینندگان عزیزم با ما همراه باشید آه... بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهی همه شما خوبان امیدوارم که تا الان بخشی که تقدیم حضورتون شد لذت برده باشید در خدمت حجت الاسلام عباسی با موضوع احکام هستیم و پیرامون اصطلاحاتی که در کتابها و رساله ها اومده و شما از آن شاید باش آشنایی نداشته باشید بریم و ادامه این مبحث رو در خدمتشون باشیم در خدمت باشیم خواهش میکنم بله هرچه با این اصطلاحات تخصصی انسان بیشتر آشنا باشد خب راحتتر کار میکنه و راحتتر و بهتر ارتباط برقرار میکنه دو تا دیگهش رو عرض میکنم و بعد هم وارد موضوع جدیدی میشیم تقریبا بحث تقلید رو آنچه که مشهور و مورد اتفاق آقایون بوده است رو مطرح کردیم در جلسات گذشته یکی دیگر از اصطلاحاتی که در کتب فقهی و رساله و توضیح المسائل ها آمده است ممکنه باش برخورد بکنن عزیزان اینه که میگوید که اقرب این است بله بله اقرب این است یعنی فتفای من اینه الا اینکه یک قرینه ای وجود داشته باشد که اون قرینه به ما نشان بدهد که نه فتفا نمیخواد بده مرجع بله اگر صرف این اصطلاح به کار برده شد بدون قرینه این داله بر این است که فقیه دارد فتوا میدهد اقرب این است که در این مسئله مکلف باید اینجوری عمل بکند یا عمل نکند یکی دیگر از اصطلاحات این است که فقیه میفرماید اقوا این است ببینید هر کدوم از اینها معنای خاص خودش رو دارد اقوا این است اقوا فتوای سریع هست فتوای سریع هست و باید عمل بشود هر جا فقیه فرمود که اقوا این است که اینجوری عمل بکنن این فتوای سریح فقیه هست و باید عمل بکنن ارز کردم تقریبا بحث تقلید رو جلسات گذشته ارز کردیم اگر عزیزان نکته مبهمی در ذهن مبارکشون هست که با رجوع به رساله یا توضیح مسائل مرجعشون بازم اون ابهام رفت نشده است به هر حال از طریق راه های ارتباطی که وجود دارد در خدمتشون هستیم بله سوالی باشد آلی. حتما آره دقیقه دوابت هم مکررن زیر نویس میشه دوستان بله. اگر سوالی داشتن بپرسید انشاءالا هفته های آینده ما در برنامه مطرح میکنیم و جوابش رو خواهیم داد بسیار ممنون جان. فلزا ما از بحث تقلید عبور میکنیم و وارد بر طبق همین ترتیبی که توضیح المسائل ها برای بیان کرده اند وارد بحث احکام می میشویم بله. که یکی از مقدمات مهم عبادت اصلی در اسلام که فرمود عمود دین است یعنی نماز, نماز. و این مقدمه به اصطلاح میگن مقدمه عبادت آیا واجب است یا نه بله مقدمه عبادت واجب واجب است یعنی شما وقتی میخواید عبادت واجبی رو مثل نماز رو انجام بدهید اگر اون نیازمند مقدمی باشد او مقدمه هم میشود واجب ولذا وضوع برای نمازهای واجب به خودی خود حکم وجوب دارد نهات کردید چون مقدمه یک امر واجب است اما راجع به وضوع در لغت وضوع رو فرمودن یعنی نظافت خوب. پاکیزگی و در اصطلاح اصطلاح فقهی عبارت است از یک نوع شستن خاص شستشوی خاص که با واسطه اون اگر صحیح انجام بشود ما می وارد واجب و عبادت نماز بشویم یا هر عبادت دیگری که پیش زمینه و مقدمه اون وضو هست وضو رو به سه شکل فرمودن انسان می تواند بگیره و انجام بده یکی به نحو ترتیبی یکی به نحو ارتماسی و یکی ترکیب این دو یعنی یه بخشی از وضوع ترتیبی باشد یه بخشیش به نحوه ارتماسی باشد که توضیح میدیم بینید ترتیبی یعنی اینکه به ترتیب اسمش روشه اول چون عبادت هست خودش نفس وضوع به عنوان مقدمه یک عمل واجب خودش عبادت حساب میشود در همه عبادات هم شرط اول قصد قربت است یعنی شما وقتی میخوای وضو بگیری قصد قربت نیت نیت هم واجب نیست به زبان آورده بشود همین که در ذهن انسان متذکر خدا باشد در ذهنش این باشد که این عمل رو صرفا به قصد اطاعت از دستور خدا و به قصد عرض شود که تقرب به خدا انجام میده هم همین کفایت میکند فرمودند که شرط اول در وضوع و هر عبادتی قصد قربت است در وضوع ترتیبی ابتدا صورت رو میشورند که حالا توضیح مفصل خواهم داد احکام جزئیش رو بیان خواهم کرد ابتدا صورت ترتیب بهم. به ترتیب صورت بعد دست راست بعد دست چپ بعد مسح سر مسح پای راست مسح پای چپ, این به طور کلی. کلی, این عرض شود که وضوع ترتیبی است وضوع ارتماسی یعنی که فرو بردن در وضوع ترتیبی ما آب میریزیم اما در ارتماسی این گونه نیست در ارتماسی یعنی فرو بردن صورت و دست ها در آب به قصد وضو به قصد وضو صورت و عرض شود که دست ها را در آب فرو ببرند با مراعات شستن از بالا به پایین و اون ذرائفی که دارد انشاءالله فروات و ریزکاری هایی دارد که بیان خواهیم کرد این هم پس قسم دوم ارتماسی اما قسم سوم که ارز کردیم گاهی وقتها ترکیبی می شود یه چیزی بین ترتیبی و ارتماسی که این رو هم به اسطلاح شیوه تلفیقی بهش میگن به این که مثلا صورت رو ارتماسی می شود. در آب فرو می برد دست ها رو ترتیبی این وضوع هم فهمودن این وضوع هم صحیح است و عرض شود که وضوع به طور کلی برای بعضی از امور واجب است لازم است بعضی برای بعضی کارها و به طور کلی وضوع یک عبادت مستحب است بله. خوبه که انسان دائم و وضوع باشد باشه باشه. اما ذراعف و نکات ویژه خودش رو هم دارد که به چه قصدی و به چه نیتی انسان وضوع بگیرد که در چون مقدمه گای اوقات مقدمه قرار میگیرد برای یک عمل واجب به اون عمل واجب خلل و اشکالی وارد نشود. نشود چون مقدمه رو درست انجام ندادیم هر شود اینی هم که برای وضوع حکمت های نقل میکنند بسیار خوب ابی نداره ولی ما تکلیفمون رو با عبادات قبلا در برنامه قبل مشخص کردیم ما عبادت رو به خاطر حکمت هاش انجام نمیدیم چون اگر کسی به خاطر حکمت عبادت رو انجام بده اصلا عبادت باطل است عرض کردیم عبادت صرفا باید به قصد اطاعت امر مولا و به قصد تقرب باشد حالا در کنارش اگر حکمت هم و ما به اون حکمت ها رسیدیم و به حل مراد اما اگر نرسیدیم که این سبب نمی شود عبادت از به اصطلاح ساقط بشود از ما نه ما عبادت رو انجام بدیم حالا اینجا بعضیا برای تشویق میان بیان میکنن که البته این رو ما در بیانات اهل بیت اینقدر ها نداریم که بخوان حکمت بگن و حالا بعضی اوقات این رو یک شیوه تبلیغی و تشویقی میدانند ای بیان نیست به این مطلب که حکمت های عبادت رو هی روش مانور میدهند مثلا ببینید وضو دائم الوضو باشید چرا دائم الوضو باشید ببینید دائم الوضو بودن بهداشت است یه نظافت است بله من نظافت رو اینجوری هی اینا رو هم میگن خب ابی هم نداره ولی این رو باید دقت بکنیم نه ما اگر دائم الوضو هم هستیم به خاطر اینکه یه ای عبادت است و عبادت یعنی انجام امر مولا امتثال امر مولا و قصد تقرب باید درش باشد اگر حکمتی برش بار شد فایده ای داشت که خب اگر نداشتم که زیاد برای ما محل چیزی نیست ما عبادت رو با اون قصد ها انجام میدهیم فلذا اون چی که راجع به بحث وضو مطرح میکنن درباره بهداشت و نظافت و پاکیزگی و اینا رو به امر میآورد اینا حکمت هایی است که اگر کسی بهش رسید خیلی هم خوب است اگر هم نشد که خوردی نشده هست. بسیار ممنون سپاسگزارم خدا خیرتون بده از شما بینندگان عزیزم ممنون و سپاسگزارم ان شاء هفته های آیندهم یک شنبه با ما همراه باشید درست سوال مسائل هست که خیلی آمون میدونیم اما به شاید در کنار این مسائلی که آجاقا دارن برای ما میگن یه نکته ای باشه که ما ندونیم و خیلی زیباست که در کنار خودمون فرزندانمون رو بنشونیم تا از همون کودکی یاد بگیرن احکام دین رو تا انشالله همه کارهامون درست و روی اصول خودش انجام بشه آجا خیلی ممنونم خدا خیلیتون خیلی بده از شما بینندگانم سپاس گذارم تا آجا رو بدقه میکنم یک بخشی رو ببینید و برگردید باز هم عرض تسلیت دارم به محضر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف و همه شما بینندگان و شیعیان و محبین خاندان اسمت و تهارت سال روز شهادت آقا علی ابن موسیر رزا در 23 زلغده به روایتی انشاءالله که به زیارت و شفاعت اون حضرت نائل بشیم همچنین این ایام ایام ویژه و خاص زیارتی آقا علی ابن موسرزا هستش خوشا به حال اونهایی که الان مشهد و رضا هستن و ماهایی که الان در اینجا هستیم هر کجای این کره خاکی کافی دست روی سینه بذاریم و با یک سلام زائر علی ابن موسی رضا بشیم آقایی که از بچگی به ما گفتن هر کجای کارت گیر افتاد امام رضا رو به میوه دلش جوادش قسمش بده یا امام رضا تو رو به حق جوادت قسمت میدم به میوه دلت قسمت میدم همه شیعیان و محبینتون گرفتارن خیلی ها مریض دارن خیلی ها حاجت دارن خیلی ها درد نگفتنی دارن خودت یه نظری بکن سلطان خوبان امام رعوف خودتون یه نظری بکنید و خدایا شما رو قسم میدم به آبروی علی ابن موسی رضا و اجداد تاهرینشون که به زودی زود فرج فرزندشون امام زمان عجل الله تعالی فجا شریف رو نزدیک بفرمایید ان الله کم کم نزدیک شدیم و به استقبال ازان می از میریم از همه شما خوبان التماس دعا دارم و در پایان یک کلام ختم کلام اللهم اجل ولی یک الفرج التماس دعا یا علی